درود بر شما هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم امروز دوشنبه است و بیست از ماه جولای در روزهای دوشنبه در موضوع این دروه تاریخی و مقالطات صحبت میکنیم امروز از شبت که بعد از خوندن این قزلی از حافظ میپردازیم به بعض مطالب و مسائل جنبی اجازه بید اول قذر رو بخوانیم بعد توضیح میدم خطبت خب میفرماید که توفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری هر شود که ایرانی های در واقع صوفی متصوفین اینها یک مذهبی اختراع کردند به نام مذهب عشق مذهب عشق و بر این طریق رفتن به لحاظ اینکه داستان دین همچنان که مکرر گفتم و مطالب و مسائلش به قدری صفیحانه و سطحی است که راه به هیچ جایی نمیبره اینکه شما هی و راستی بد بری به بهشت و اون بهشت حوری داره و حوری کنار زیر درخته و چهل متر قدشه و از این داستانه مسخره و اینها خب آدم باهوش دانای ایران زمین رو راضی نمی کن. بنابراین این عشق به صورت یک مکتب انسانی بسیار وسیع که در واقع تاثیر خارق العاده بر کل فرهنگ ایران زمین گذاشته بر ادبیات ایران زمین و ذهنیت ایرانیان این مکتب عشق هست مذهب عشق هست که هنوز هم نشانه های هم تو کرس کردم هست اما نه چنان که بود باری توفیل هستی عشقند آدمی یا پری ارادتی به نما. تا سعادتی ببری بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری می سبو و شکرخواب صبح دم تا چند به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری تو خود چه لعبتی ای شه سبار شیرین کار که در برابر چشمی و قایب از نظری هزار جان مقدس بسوخ زین غیرت که هر صباح و مسا که هر صباح و مسا شمع مجلس دیگری صباح یعنی صبح مسا یعنی شب بعد من به حضرت آصف که می برد پیغام که یاد گیر دو مصرع من به نظم دری به به بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری وای شعر خیلی بلند من کوتاه میکنم به یوم نهمت حافظ امید هست که باز برای اری اسامر و لیلای لیلت و یا غمره نوشته است که البته یش رو هم نگذاشته است اینجا هر که این از شعر حافظ برمی گردیم به مطلب معرفی یک عالم که در روزهای دوشن عالمی است که به طور روزمره ما اسمش رو میبریم آقا شیر پاستوریزه داری آقا پاستوریزش کن پاستوریزه پاستوریزه به چه معنی است و بسیاری از ما نمیدانیم که آقا این که میگویم شیر پاستوریزه یعنی چی این بدون جهت هست که یک دانشمند بزرگ که در واقع درهای بزرگی رو در باب پزشکی گشود و شیمی گشود آقای لوئیس پاستور فرانسوی بعد این آقای پاستور هست در حال مطالعه و تا روزگار پاستور کسی از میکروب اختراع نداشت مطالبی نظیر و این حرفا نبود حسبت که البته پیش از پاستور مدتی قبل چون پاسورت حدود هزار اول قرن 19 هم بود از هزار اندی در حدود هزار و که روزگار نیوتون هست ما یک دانشمند داریم به نام رابرت هوک لطفا تصویر آقای رابرت هوک رو هم نشون بدهیم این رابرت هوک آدم عجیبی بوده یک علامه بوده یک نابغه بوده و اما یک مشکل عمده داشته در بین دو قول علمی جای گرفته و اونچنان که باید این آقای رابرت هوک قدر شناخته نشد خواسته که ما نیوتون دائم در می افتاد. نیوتون از ترس این آقای هوک و نقدهایی که بر تئوری علمیش می کرد حتی نمی این داستان جاذبه و اینها که بزرگترینه در واقع مقاله علمی بود اون پرینکیبیا متمتیکا پرینکیپیا ماتماتیکا که بزرگترین دیگه مقاله علمی است و کتاب علمی است که در تاریخ بشر به ثبت رسیده از ترس این هوک نمیخواد چاپ کنه دوستان گفتن آقا تو ممکنه زودتر از این هوک بمیدی و خدمت شما عرض کردم که وقتی از نیوتون پرسیدن چه شد که شما این کشفیات کردی و اینها میگوید من بر شانه های دو قولها استادم. خیلی ما احترام داشتیم برای نیوتون بابت این حرف انسانی خوبش بعد معلوم شد این حرف تحقیری بوده در حق این آقای رابرت هوک چون هوک قوزی هم بود قدش هم کوتاه بود و در نامی که به هوک نوشته میگوید من بر شانه قول‌ها ایستادم یعنی تو چی میگی آقا, آقا مرد حسابی کوج پشت کوتا قد اینا این خیلی خیلی آقا از قدر نیوتون کم میکنه به لحاظ اخلاقی رو ما تازه فهمید باری این هوک که بیشتر نامش در فیزیک به واسطه فرمولی است که در باب فنر آورده که F مساوی با K ضرب در X این F مساوی با K ضرب در X که K عدد ثابتی است X هم میزان شدن فنر هست سبب اختراعات بسیار شد و امروز هم هر فنری ما میخوام اختراع بکنیم برای کاری امری آقای هوک رو در نظر داریم و ساعت سازی بعد از این فرمول و این کنتریبیوشن آقای هوک بوده هوک در زمینه نجوم در زمینه ریاضی خلاصه یک علامه بسیار بزرگ بوده که قدر شناخته نشده چون ارز کردم بین بویل که در واقع تجربه گرایی رو آقای بویل و و از هاق نیوتون که یک قولی است که سر بر آسمان میساید این داستان در واقع معروفیت آقای هوک بدون چنان چه باید معلوم نشد هوک در واقع در زمان هوک میکروسکوپ ساخته شده بود این نگاه کرد این مرد گفت آقا یک چیزهای زنده بینی من میبینم در زیر میکروسکوپ و مطلب در همین جا مانتا تا ادوار جنر پیدا شد و پاستور لویس پاستور و یک کسی که داشت در کار آبجو سازی و این حرفا بود الکل اینا از قند چغندر بعد اینو بیارید همونو بیارید بله بله ببینید اینها قانون هوک حاکم هست اون ایکس که میبینید میزان جابجا شدن هست دو ایکس که میبینیم از کنم وزنه سنگین رو کابیز کنیم میشه دو ایکس و کیک عدد ثابت هست و کوکس لا امروز همه جا رایج هست بعد برای طرح هر فنری حالا زیر اتومبیل هست یا هر جا هست یا در ساعت های خیلی ریز اینا قوانی قانون حک بر،, بر جاست باری بعد از هوک ما چشممون روشن هست به ادوارد جنر و لوی پاستور به خصوص پاستور این آقا که عرق درست میکرد عرق چه کنم آبجو و اینها اومد گاقینای ترش میشه ببین داستان چیه شما اینها نگاه کرد و گفت که اینها یک میکروبای هستند در هوا که میان و دخالت میکنند و این ترش میکنند در واقع قند بر اثر دخالت لیور دو بیر که یک میکروب طبیعی خوبی است که در همراه انگور هست نمیدونم در چقندر و اینا خلاصه روی زمین هست اگر ما انگور رو بشوییم و شستشو کنیم و بریزیم در خمره شراب نخواهد شد به جهت اینکه اون میکروب های در واقع خوب نخواهد بود اما اگر بعد از اینکه اینها تجربه کردن تاثیر گذاشتن و قند رو تبدیل کردن به الکل اگر اضافه بشود و میکروب ها یک قدم فرایند جلوتر می شود الکل تبدیل می شود به اسید بنابراین اینکه آقا آمده گفت این ترش شده ترش شده به واسطه میکروب های دیگری بود که وارد شده بودن و ایشون آمد و پیشنهاد کرد که بعد از اینکه این شراب شد بلا فاصله این رو باید گرم بکنی تا یه درجه حرارتی که اون میکروب های ناخواسته نباشند پاستوریزه هم به این معنیه استرلایز کردن یعنی کشتن همه میکروب ها پاستوریزه کردن یعنی کشتن بعض میکروب های بد باری و پیدایش واکسن شد و یک در بزرگی بر معرفت و علم باز شد و امروز وقتی میگوییم علما چهار تا شیخ نادان جاهل فیضیه مد نظر است که اینها هیچ علمی جز لاطائل و مزخرفات و همون چیزهایی که میدانید چیزی نمیدانند، علمای واقعی و پیامبران واقعی که به نجات بشر کوشیدن و در واقع انسان مدرن رو ساختن و علم پزشکی رو به دینجا رساندن اینها بودند کسانی که خادمان بشر بودند. این خیلی مختصر در باب آقای لوی پاستور بنابراین فردای گفتیم آقا شیر پاستوریزه میفهمیم که مطلب به کجا مربوط است و پاستور چه بوده خیلی خوب از این که بگذاریم مطلب دیگری که باید خدمت شما عرض کنم این هست که این نامه ای که هست در باب آقای دخامپور و آقای دخامپور رو میشناسید سیامک یکی از بهترین برنامه ها که همه شما میدیدید برنامه افق که با چه استادی و با چه نظمی و با چه ادبی و با چه عرض می کنم روند حرفه ای داره می شود. اما در این ادارات دولتی مفاسد بسیار هست معمولا نمی گذارن آدم های لایق به جای برسن برنامه شماره یک بایستاب امریکا بوده این وجود نازنین و بزرگوار دهقانپور رو لطفا نشون بدین شما همه میشناسین و دیدید و در برنامه هاش دیدید که چگونه چه مهارتی به خرج میده با اینکه برنامه متنوع هستن و چه اشرافی دارد به جمعی قضایی چون مطالعه میکنن کار میکنه و این کار کردن برخواسته از حس مسئولیتی است که آدم نسبت به مردم داره کسی بخواد بیاد بشینه مقابل شما با مقالطات و وقت گذرانی یه نوع خیانت به مردم هست بعد خطا رو باز کنه و با. نمیدونم از این آخوند بد بگه و از اون آخوند و اینجور چیزها به درد مردم نمیخوره باری ایشون رو از برنامه افق برداشتن همینطور که میدانید و این قضیه قطع نظر از این که مسئله سیامک دهقانپور م بشه مسئله مردم و عدالت قضیه است که اینجا خدشه دار شده و ما باید بی ایستیم اگر که ارز کنم که علمانی عنصر نیکی در جامعه هست ما باید از پشتیبانی بکنیم نه اینکه بنشیم نگاه بکنیم این است که دوستان ایشان یک پتیشنی گذاشتن که در فیسبوک ما هست خواهش میکنم تشریف میبرید فقط لایک نزنید به جایی نمیرسه شما باید روی عکس آقای دخانپور تاقای سالکی اونجا گذاشتی، کلیک بکنید <applause> بعد ایمیلتون رو باید رجستر بکنید نه ترسید هیچ کس دنبال شما نمیاد به یکی آقا شما چرا با آقای دخان پشتیبانی پشتیبانی کردید اینا این باید ایمیلتون رو بگذارید که اینها مورد قبول باشه و با یه لایک زدن به درد میخوره در هم 24 اول که من اعلام کردم خدمتتون محبت کردین حدود 1000 نفر امضا کردن پشتیبانی کردن این پشتیبانی رو ادامه بدهیم و هموطنان ما میخواهند که آقای دهخانپور برگرده به برنامه افق رو ادامه بده این مطلبی است که من خیلی خواستم روش تکیه کنم این یک موضوع موضوع دیگر این که عرض شود که یک تیمسار بزرگوار آقا دوست من آقای آل زنگ زده بودن و من خدمتشون زنگ زدم و ایشون با من صحبت کردن با همون ادب و اون متانتی که در خور یک جنرال هست و گفتن آقا شما یه چیزی هایی گفتید و اینها راجع به ارتشی ها و از صحبت که باید ناراحتیه مثل آقای شجره گفتن که خیلی به من زنگ زدن من خواستم موضوع خدمت شما روشن کنم که مقصود من از ارتشی ها کیا بوده کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن میدانن ما کجا هستیم چه میگیم این مصطلحات ما چگونه است کسانی که نیستن یک چیزی رو میگیرن و بزرگ میکنن هو و جنجال و هرچه ما گفتیم ناگهان سر از نمیدونم رسانه ها در میارد و نمیدونم بالاترین و داستان سازی میشه و اینا خب این حاکی از این از کمبتن هم به برنامه توجه دارن و حرفایی که میزنیم با اهمیت تلقی میشه و این انعکاس اک... هست از سوی دیگر وظیفه ما رو خیلی خیلی سخت میکنه که خیلی خیلی مواظب باشیم که دست به اثار راه برویم که به جایی بر نخوره این داستان ارتشی ها که من گفتم بار هم تکرار کردم مقصود اون چهار آدمی بود که رفتن زانو زدن جلو خمینی و قسم خوردن به قرآن مجید که نوکر خمینی باشن و ارتش رو تسلیم کنن این ارتشی که من گفتم مقصود این بوده آقا ارتش ایران یک ارگان بزرگ شرافتمندی بود سر تا سر مملکت صدها ها سرهنگ و نمیدونم هزارها سروان و ستوان و بگیرید آخه کسی که نمیتونه بشنم میگه ارتشی ها چنین این مغلطه جنرالیزیشن از خود من دین نشستم راجبش صحبت کردم که آقا مغالطه جنرالیزیشن نکنید بنده که اینجا بشینم که به همه ارتشی های برادران ما هستن دوستان بسیاری من در رده های مختلف در واقع در درجات مختلف در ایران داشتیم و در اینجا هم هستن دوستان که من به وجودشون افتخار میکنم و از دمر شریفترین افراد اداری ایران افسرهای ارتش بودند. چون دیدم من به چشم خود دیدم چگونه زندگی میکردن این رو برای تعارف عرض نمی کنم. اما فکر می کنم من تنها کسی باشم که از روزی که آمدم اینجا از حقوق اون افسرهایی که روی پشت بام اون مدرسه نمیدم کجا بود خراب شده تیر باران شدن بارها گفتم آقا اگر ما اعتراض می کردیم چه حقی داشتن اینها افسران ایران رو بکشن بدون محاکمه همونجا ما جلو خمینی میستادیم کار به اینجا نمیرسید به کررات و مررات من این داستان رو عرض کرد اما بعد نیست که ما اشاره امروز به سابقه ارتش ایران بکنیم خیلی خوب است تا برسیم به رزاشا و باز برگردیم سر این سخنی که الان خدمتون عرض کردم یادی بکنیم از این ارتش ایران ببینیم چگونه بوده این داستان و اون این که تا روزگار محمد در واقع آقا محمد خان ارتش ایران ارتش خیلی نیرومندی بود به بچی که روسا رو به راحتی شکست میداد یعنی تاریخ نشون داده که چندین بار آقا محمد خان روسا رو شکست داد و اون نیروهایی که آمده بودند پایین در مرز ایران با حمله به عرض می کنم که داغستان و اون منطقه غرب دریای خزر این روسا از وحشت فرار کردن البته کارهای خیلی بدی کرد در تفلیس و اینها چون اینها ادعای استقلال کرده بودن اونجا قتل عام اینها حالا کار ندارم ارتش ایران ارتشی بود اما در همین مقطع هست که عقب افتاد به چه دلد عقب افتاد به جهت اینکه در اروپا عرض می کنم که توپ های خوب ساخته شده بود از سلاح های مدرن بود روسا هم داشتن وقتی رسیدیم به روزگار فتح علی شاه دیگر این ارتش در قیاسه با ارتش های اروپایی اون ارتش نبود گرچه عباس میرزا های شایان کرد در اولین جنگ ها اما سرانجام ایران شکست خورد و تقریبا میتونم خدمتتون بگم که این ارتش خیلی خیلی ضعیف شد و دیگه اون غرور ارتش ایران در روزگار ناز, ناز نادرشاه یا غرور ارتش ایران در روزگار آقا محمد خان قاجار رو نداشت و در اندیشه ساختن ارتش مدرن بودن که البته فقط اینجا عباس میرزا بود که این کارها رو میکرد اما ضعیفتر و ضعیفتر شد تا وقتی میرسیم به روزگار ناصر شاه دیگه در واقع همه چیز در کنترل روزها بود و میشود گفت ما ارتش اونچنانی نداریم باز در زمان محمد شاه هم توانستیم یک ارتشی رو تهیه بکنیم و به هرات حمله بکنیم و اینا انگلیس هم چون که ایران نفوذ داشته باشه در منطقه و یک بافرزونی به قول این جایها، یک آیقی بین ایران و هندوستان باشه که هندوستان رو کسی تسخیر نکنه و اینها زمینی که محمد شا محاصره کرد اینا انگلیس ها آمدن به جنوب گفتن ما هم خوزستان رو میگیریم بیچاره برگشت و افغانستان رفته رفته استقلال پیدا کرد و قسمتش از ایران جدا شد و این هم داستان دیگریست یک شمه کوتاه از سابقه پیدایش ارتش صحبت میکنیم عرض کنم خدمتتون که وقتی رسیدیم به مقطع مشروط و دوران محمد علی میرزا یک نیروی جاندار ما داشتیم اینها از وطن پرسترین و دلاورترین نیروهای نظامی ایران بودند زیر دست یک شاهزاده سوئدی تربیت شده بودن یکی از اینها کلنل محمد تایخان پسیان هست و بعد نام جاندارم بعدها البته خراب شد چون دیگه اون جاندارم ها جاندارم قدیم نبودن این گروه هر شود که همونطور که عرض کردم آدم های بسیار دلاور و ایران دوست و شجاع بودن یک گروه هم قذاق داشتیم هر شود که که زیر نظر افسرهای روسی اینها تربیت میشدن همون لباس های چرکسی قذاقی داشتن و اینها که مرحوم رضا شاه جز این گروه دوم بود باری ارتشی نداشتیم حالا شما تصویر رضا شاه با افسرانش هم نشون بدین بله لباس ها میدونید مدرن شده این لباس ها یک برداشتی از ارتش آلمان بود پوتین ها ارز کنم فرنج و شلوار و این تسمه که همایل شده و اینها و کلاها اینها از روی ارتش آلمان برداشت شده بود و در واقع با اندکی کم و زیاد بعد هم ادامه پیدا کرد بعد این ارز کنم که قضاق ها که درگیری های با روسا و اینها عقب نشستن و در قذبین و اینها بماند فرمانده ایرانی اینها سرلشکر یا میشه بعد گفت امیر تومان تمام مصطلحات نظامی ایران ترکی بوده زبان ارتش ایران در قبل از اصل جدید ترکی بوده زبان رسمی و نوشتاری زبان فارسی بوده بنابراین امیر تومان که میگوییم ظاهرا به معنی فرمانده ده هزار نفر هست کما که یوز باشی یعنی فرمانده صد نفر اینا رو از عهد سامانیان و محمود غزنوی و اینها دسته به دسته درست میکردن و اینا القاب ترکی میذاشتن این نام های زیبای فارسی که آمد مثل لشکر و سپه و سرلشکر و هنگ و اینها که اینها فارسی هستند در دوران رضا آمد و اینها رو فرهنگستان تبیه میکرد و رضا هم قبول میکرد و مصطلحات ارتش ایران فارسی بود فارسی شد مثل خودرو نفربر آبریز نمیدونم اینها که البته در جنبه های از میکنم قضایی و سیاسی هم مصطلحات فارسی شد هر کش مثلا شهربانی دادگستری که قبلا عدلیه میگفتن را میگفتن وزیر را قدیم میگفتن وزیر طرق و شوارع تا زمان همین از کنم روزگار قاجارها ها که این حالا مطلبی دیگری است رضا شاه میگوید که آرزوی من این است که یک روزی هزار هزار نفر سرباز داشته باشم با یک کالیبر چون هر کسی تفنگ خودش داشت و اینها و واقعا ارتشی نبود بعد از اینکه رضا شاه به قدرت رسید آمد و گفت من میخوام یه ارتش مدرنی برپا کنم که البته دولت انگلستانم این رو میخواست که یک ارتش نیرومند در مرکز باشه و امنیت رو برقرار بکنه که اونها هم کسب و کارشون رو ادامه بدهن چون مرتب این عرض بکنم که پولهای انگلیسی ها به قارت میرفت در واقع مرچندایز هاشون یا کالاهاشون به قارت میرفت و اینا امنیتی ای رو لازم داشتن و بمانند حالا این بیرون از صحبت ماست شاه ارتش جدید ایران رو بنیاد کرد جاندارمری رو هم از دست سوئدی گرفت و ادغام کرد در, همین نیروهای مسلح و رفته رفته نیرو هوایی شد اولین هواپیما ها هم رضا شاه اردر داد سفارش داد خیلی نبودن و بعضا تعدادی بودن و میرسیم به ارز کنم که ساختار ارتش رضا شاه ما میگوییم دسته و گروهانو. در واقع چند دسته یک گروهان رو تشکیل میده چند گروهان یک گردان رو تشکیل میده چند گردان یک هنگ رو تشکیل میده چند هنگ یک تیپ رو تشکیل میده چند تیپ یک نمیدونم لشکر رو تشکیل میده و سپاه و میرسیم به ارتش وقتی میگیم ارتش یعنی و ارتش بود یعنی کسی که میتواند فرماندهی یک ارتش باشد یک ارتش باشد باری اینا نام های ایرانی است که قبلا سابقه نداشته امیر لشکر تهماسبی یکی از شریفترین و بهترین افسرای ایران بوده لطفا تصویرش نشون بدین اینجا اگر خوب نگاه کنید میبینید روی شانه های امیر لشکر تهماسبی که میبینید فقط تاج هست ستاره نیست به جهت اینکه مرد امیر تومان بود فرمانده رضا بود و وقتی که رضا شاه ایشونو سرتیب کرد آرش می اومد که یه ستاره بذاره چون سر تیپ یه تاج داشته یک ستاره بین ستاره نمیذاشت فقط همون تاجر رو میذاشت داشت موافقت کرده بود چون واقعا براش فکر میکرد که این دموشنه یعنی درجهش رو گرفتن ولی به هر صورت این مرد خدمات ارزنده ای به ایران کرد به خصوص در آذربایجان هنوز نام نیک امیر لشکر بر برجاست بدون شلی که یک تیر کارهایی که میتونست انجام داد خل شاه سبنها حتی با اون آقا اسماعیل آقا شکاک رو هم آورده بود از می کنم که با صحبت کرده بود و اینها مقدماتش فراهم کرده بود که خلی بشه بشود که نشد حالا بماند اما دیده شد که این امیر لشکر داشت لباس می شد کمک زنها راه کشید مدارس درست کرد کارهای آبادانی فوق العاده کردیم مرد حالا من وارد قضایای دیگر چون منظور ارتش هست حالا وارد میشم که سر نمیشته این مرد به چرا چنین شد و رضا شاه که میره و تبریز ایشون رو بر میداره و میآورد و میگوید شما باید سی تهران و آیروم رو به جای ایشون میگذارد و در, در واقع تبریز امیلش لشکر تماسی بیره هر جا که میذاشتنش هر شغل بد و کمی که بهش می‌دادن، اون چنان خدمت شایسته میکرد که باز مشهور میشه بار ایشون رو به لورستان فرستادن و مرگ مشکوکی داشت ایشون رو کشتن در حالی که 45 سال بیشتر نداشت رضا شاه درجه زیادی نداشت یعنی تیمسار اون چنانی تعداد اینها نه اگر یه تیپی داشت سرتیپ هم داشت حالا بعد تعداد اینها زیاد شد یه سپه داشته سپه امیر احمدی نشون بدین این سپه بود تنها سپه بود ایران بود صاحب شنل آبی و البته خب در لورستان و در, در کردستان و اینا کارها عجیب غریب هم کرده آدم بسیار لایق و با ارزه بود و این تیپی که ملازمی کنید با این سبیل ها و اینها لازمه در واقع نشانه های قدرت بود در آن روزگار امیر احمدی مدت هم وزارت داشت وزیر جنگ بود در کابینه قوام و اینها و یک سرلشکر اینا تعدادشون خیلی بود البته حالا من به یادم نیست همه اینها لازم هم نیست همه رو بگم بوزرجمهری این خیابان بوزرجمهری به نام ایشون هست آقای بر سرلشکر بوزرجمهری و البته حالا در باب اعرام سرلشکر فولاد هم من صحبت نمی کنم که ایشون دست داشت اما ایشون هم خدمات بسیاری مملکت انجام داد کسی بود که با رضا در واقع برای آوردن جسد رضا شاه و اینها دست در کار بود خیابون بزرگ جمهری بزرگ جمهری که در تقریبا پایین شهر بود که امروز فکر میکنم هست نمیدونم ولی حتما آخونده کاری دیگه کردن اینها به نام ایشان بود تیم تیمسار شیبانی بود اینا آدم های خوشنام را از میکنم سرلشکر شیبانی در ماجرای جنگ ممسنی کارها کرد با زبان و بیان و در صلح و آشتی با اینها بالاخره صلح و برقرار کرد اینا آدم های خیلی لایقی بودن آدم های خیلی ارز میکنم که به لحاظ نظامیگری دیسیپلین خاص داشتن و بعض اینها مثر خدمات خوب شدن ولی خب به هر صورت بعضی هم گرفتار ناراحتی ها و مشکلات می شدند که بماند اینها مربوط می شود به تاریخچه چیز دیگری که بعدا شاید در باباش اشاره کنیم بنابراین رزاشا چند تا سرلشکر داشت چند تا سرتیب داشت یک سپه بودن بیشتر نداشت و وقتی از ایران رفت این داستان همینجان بر, 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 پای بود تا بعد دوران محمد شاه هست که در دوران محمد رضا شاه ارتش توسعه یافت سلاح های مدرن وارد ایران شد و هم به لحاظ تعداد جنرال ها هم به لحاظ ارتش بود ها و اینها یک لیست خیلی بلند بالایی شاید از هزار نفر بیشتر هست این تعداد ارز کنم که چون ما میگوییم افسر جز از ستوان سومی تا سروانی افسر جز هست سرگردی تا سرهنگی افسر ارشد میگفتند بعد امیر میگفتند سرتیب تا ارتش خودش دیگه امیر بود اینا این وضعیتی در واقع ارتش ایران اندازه ساختار بود ارتش ایران ارتش قوی و نیرومندی بود من تعجب میکنم از تعداد هواپیما هایی که در سفارش بود تعداد تانک هایی که در سفارش بود که نیامد در واقع و همون مقداری که بود در واقع در خاور میانه عظمتی داشت در روزگاری که از کنم که موضوع ارمنرود مطرح بود و کشتی ابن سینا با پرچم ایران حرکت میکرد این عراقی ها واقعا جرأت نکردند که یک تیر شلیک بکنن و نشان میداد که چه میزان از ارتش ایران بیم داشتن دیسیپلین بسیار خوب داشت ارتش ایران در همین دانشکده افسری که از قدیم بنیان گذار شده بود بنیان گذار شده بود تعلیم و تربیت میافتند و می آمدن خدمتون از کنم پادگان های بسیار بود در سر تا سر کشور و افسر از با یه حقوق اندک واقعا و یک زندگی خیلی خیلی ساده حتی س... سر... میخوام خدمتون بگم می که سرلشگراش هم آنچنان حقوقی نداشتن کسانی که ثروت رو به دست آورده بودن از طریق لباس اون چند تنی بودن که معمور خرید بودند یا به دستگاه قدرت نزدیک بودن و مثل طوفانیان به عنوان مثال اما بقیه افسرهای ارتش اینها ضمن اینکه که به این مملکت خدمت میکردن و سرباز این مملکت بودن و بسیار بسیار انسان های شریفی بودن اما زندگی نداشتن تو این پادگان ها مثل پادگان رضاپاد که فرض کنید من در مراغه که بودم خیلی رفت آمد میکردم با این دوستان افسر ارتشمان میدیدم تو زندگی یک آپارتمان کوچک در این پادگان رضاپاد و از کنم زندگی سربازی مختصر زندگی سربازی مختصر نه مثل پاسداران امروز حتی ارتش امروز ایران هم هنوز یک حیثیت آبرو پیش مردم داره که باز مربوط میشه به همون حیثیت همون ارتش سابق در واقع چون اینا ادامه در واقع همون سنت ارتشی اصلا لباساشون خیلی مسخره شده و ریش دارن و اینها آخه افسر که ریش نمیذاره بابا جان این از یک نظامی باید قیافش فرق کنه با یک نمیدونم حاجی بازاری هنوز هم ارتش در واقع یک پرستیج و یک حیثیتی در ایران داره همین ارتش ایران در کشتنها ها و سرکوب ها دخالت نمیکنه و یک در واقع نام ارتش یک فهوا اینا خواستن این ارتش ایران رو مزمحل بکنن به قول آقای بنی که یه دیو گفتن آقا چه ارتشه که نمیشه مونن میخواد آقا پاسداران برای ما بس اینا عرض کنم نفسشون از جای دیگه چیز میشه و فلان حرفا فقط به خاطر که ارتش بودن و به اونجا گزارش مثلا رضا شاه بوده و اینها اینا می‌خواستن این ارتش رو از مزمحل بکنن اصلا بردارن آقای بنی در صحبتاش چندین بار من به این مطلب اشاره کرده که مخالفت کردن و اینا نذاشت باری البته ماشاءالله خب تعداد هامون خیلی زیاد بود اصلا قابل قیاس نبود مثلا فرض فرمایید که ما فکر یه ارتش داشتیم چون شما وقتی که در واقع ساختار طوری شد که یک ارتش داشته باشین که نظر تعداد اسمش ارتش هست آرمی هیتلر آلمان فقط سه ارتش یک میلیون و نیم نفر آرمی گروپ A, B, C اینا یک و نیم میلیون نفر بودن فرستن کل ارتش آلمان که یازده میلیون نفر جمع درش خدمت کردن در طول جنگ هیوده تا فیلمارشال مارشال داشته سی و تا ارز کنم که جنرال بقیهش دیگه سرهنگ بودن و سرهنگ به پایین که اداره میکردن جنگ رو 17 تا فیلم مارشال 36 تا جنرال ولی خب به هر صورت تعداد جنرال ما ماشالله خیلی زیاد بود عرض میشه خدمتتون که و این که میگوین ارتش بایستی مردمون هم سرکوب میکرد و فلانی حرفا اینها اشتباه این حرف اشتباه ارتش که نمیتواند مردم خودش رو بکشه و سرکوب کنه اما اون فرماندهان ارتش در مقطع انقلاب میتوانستن ارتش رو تسلیم نکنن به عنوان یک نیرو باشد و به این حالت ننگین اون سه چهار نفری که میشناسید که رئیس کلشون قرباقی بود با اون نوشدار واقعا ننگین که یک سند ننگین تاریخی بر پیشانی اون سه نفر هست اینها ارتش رو تسلیم نکنن و از میکنم یه مدتی ایستادی بکنم برای این آقا میخواد چیکار بکنه به محض اینکه که اینا تسلیم شدن هر که شروع کردن به تیربارون ها و اعدام ها و اینها و جنگ عراق شد همون ارتش سابق بود با همون همون هواپیماها با همون تانک ها و همون عرض میکنم که تربیت نظامی بود که عمدتا از شود که جلوی اور عراق رو گرفتن این است که در ارتش که میگوییم هزاران هزار نفر خدمت کردن از سربازهای صفر بگیرید تا نمیدونم سرجوخه ها و گروبان ها و افسران جز و افسران ارتش و اینها بودند و در واقع اما همیشه مسئولیت گردن اون کسانی است که اون بالا نشستن ارتش ارز کنم که یک محیط دیسیپلین است که شما فرمان رو میبری نمیتونی اعتراض کنی در ارتش که بگی آقا من این کارو نمیکنم اصلا چنین چیزی نیست دادگاه نظامی دادگاه صحرایی باید و واسه بری کارت انجام بدی فرمان رو ببری تمرد نمیتوانی بکنی بنابراین اگر گناهی بوده و سستی بوده به گردن همون چیز بودن بعد آمدن آدمایی که واقعا بیگناه بودن مثل تیمسار رحیمی مثل جهانبانی اینا آدمای رشیدی بودن واقعا هر و دیگران رو گرفتم کشتن و تیبارون کردن و خانواده متلاشی شد و یک ضربه روحی به مردم بود و من بارها عرض کردم که باعث مردم می دادن که آقا این چه کاری شما میکنید چرا افسران رو میکشید اما نکردم حالا برگردیم سر موضوع که من اشاره کردم به ارتشی ها این ارتشی ها که من گفتم که مربوط منظور من فلان سرتیپ و فلان سرلشگر و فلان چیز نبود منظور من این سه چهار نفر آقایان بود که قبلا هم چندین بار به کررات و مرات ازشون صحبت کرده بودم و من چون میدانم که خانواده های اون افسران به ناحق اقدام شده هستند مثل خانواده رحیمی و سایر خانواده ها گویا در لندن هستن اینجا هستن و آمدن این افسران رشید ما اینجا به کار تاکسیرانی و از کنم این کار زحمت و با شرافت زندگی کردن و تعدادشون هم میشناسم من به اون خانواده ها عرض می که درود میفرستم و در واقع تسلیت مجدد چگونه که اینها از دست دادن در واقع سرپرست خانواده ها رو و به ناحق اینها کشته شده خواستم این توضیح رو داده باشم که هر حرفی ما میزنیم اینا رو تو بوق میکنن و کرنا میکنن و اون چی ما گفتیم یه چیزی بهش اضافه میکنن و جذب میکنن و مجالسی ازش میسن از... با دور وطن گرامی که بعضی وقتا تو حلقه های مجالس شبانه مطلب وقتی مطلب ننگی نیست من بهش اشاره بکنم و این شاید نمیدونم شاید برای بار دوم باشه که عرض میکنم خدمتون و این یک سخن خیلی خیلی ننگین یک توهینی به مردم هست و یک توهینی به مدیران ایران زمین بوده یعنی کسانی که صاحبان زمین بودند عرض میکنم که بزرگان مملکت اینها که بله البته این شایر و ساواک در روزگار اصلاحات ارزی به میان انداخت آقا این خوانین و این یه کسی میخواست عروسی کنه شب اول عروسی خانمش برمیداشت میورد برا خان آخه این چه مزخرفی است این چه لات ها آقا در تاریخ بشر همچین چیزی نبوده همچین چیزی به انگلیس هم نسبت میدادن یه فیلمی ساخته شد به نام بریو هارت اون لرد انگلیسی آمد و اون خانم عروسی میخواست بکنه برداشت با خودش برده اینها بعد این هیستوری چنل اگه نگاه بکنید همیشه با مورخ هشت تا مورخ از دانشگاه های مهم آورده بودن که آقا همچی چیزی بوده گو هرگز همچی چیزی نبوده نه تنها در, در, در انگلیس نبوده و استعمار انگلیس در هیچ جا چیزی مویثر نیست به خصوص در ایران اینها رو در بردن آبرو و حیثیت آدم ها رو ببرن یعنی کسانی که در واقع به طور سنتی عرض می شود که حالا اون روزگار قدیم خوانین میگفتن اینا بزرگان مملکت بودند و اینها نگهدارندگان ایران بودند اینها وطن دوستان بودند چگونه ما اینا با هم زندگی می کردن آقا زندگی اینها مشترک بود این خوانین تا اونجایی که بنده می دانم اینا پشت و پناه این چیدن در واقع زمینی که شریک بودن این باقا به واسطه در واقع موضع خانی که داشت بایستی کمک میکرد محبت میکرد این آدمای شرافتمندی بودن آخه چگونه مویستره که یک خانی در یک جایی بشینه شب عروسی کنن ساز و دهل کجا میبرین عروس آقا میبرین برای آقای خان بعد صبح خانم میخواد را بره تو صورت چشم مردم نگاه کنه اونم تو محیط ایران این چه مزخرف لا بعضی خانم ها و آقایون من دیدم یکی از دوستان خیلی دانای ما هم از فعالان سیاسی یه شب این رو گفت دو بار تا حالا ما نزدیک بوده سر این جریان واقعا این این چیز فشار خون ما رو بردن بالا یه بار همینجا بود دیدم یه آقای نشسته میگه بله عروس که میکردن این عروس تو شب میبردن برای آقای خان و اینا گفتم آقا تو اصلا خان میشناسی یعنی چی بودی تو سهاری ایران بودی در, در بین اشایر زندگی کردی در کجا بودی تو حالا اومدی همچین فتوایی میدی که این لاتائل رو به میان انداختن که حیثیت زمیندارا رو ببرن که اساسا زمینداری هم ما نداشتیم در ایران فعودالی هم نداشتیم ما در ایران این این داستان رو هم چپ به میان انداخت فعودال و برجوبا و آقا چی میگی مرد حسابی اون برجوبا در اروپا بود آقا جان این سهاری میگم سهاری دشت ها و جلگه های اروپا حاصل خیسترین هستن هستند و اون آقایی که می آمد و این ثروتی رو داشت و نمیدونم این تعداد رایا را براش کار میکردن وقتی میمرد ثروتش می, مرد سروتش می رسی به پسر بزرگ انامینش هم میرسه پسر بزرگ و این ثروت در دست اون میمون ممکن اضافه گسترش هم بده در ایران اگر کسی مثلا ده هکتار زمین داشت برابر قانون ارث اسلامی وقتی میمرد این تقسیم میشد یعنی ثروت در خانواده کم میشد تقسیم میشد بین همسرش یا همسراش پسراش و دختراش و تکه تکه میشد یعنی ما اصلا مالک بزرگ به اون وجهی که شما تصور میکنید در اروپا بوده مطلقا نبود حالا استثنایی هم بود مثل من میدارم خان ماکو که زمین های بزرگی داشته اینا اما این یه چیزی نداشت که عمومیت داشته باشه و این داستان اصلاحات ارزی هم که بارها از کردم خدمتتون این ریشه مملکت رو کشید یعنی پشتیبانان دولت رو هم از میان برداشت و دولت دوستان خودش هم از دست داد رعایا بیچاره کرد ورشکست کرد همه آمدن گدایی به شهرها و نون قندی فروش و نون فروشی سر چهارراه و اینها و مملکت هیچ هم ورشکست شد خب این طرح آمریکا بود به ترکیه هم پیشنهاد کردن ترکا بیرونشون کرد آمریکا با این گم کنید خودتون این کارو بکنید باری این سخن لاتائل بیمزه این دیگه چسبیده که بله این بدبختی عروسی میکرد زنش میبرد برای خا... آقا چه چور موی آقا مگه میشه همچی چیزی یارو ناموسش از جانش خیلی خیلی مهمتر بود حالا تو یه دهی تا یه قبیله مگه میشه همچی کاری بشه اصلا نشده یه نمونه نتونستن اینا بیارن که همچی چیزی شده در تاریخ مملکت ما یا جای دیگه حرفش میزدی کشتار میشد آقا حرف ناموس و شرفی کسی میزنه حالا عروسی کنه عروسیش برداره پیش خان که چیکار بکنه حالا مثلا این هم رایج بین آدم های واقعا بی توجه و بی ثبات که توجهی ندارن که آقا این داستان یک شایعه بود این ساباکی رو انداختن که بتوانند این مالکان ایران رو بیابرو کنند که با هزار رنج و زحمت چیزی در دستشون نمیموند آقا تخم و شخم و نمیدونم مخارج تمام اینها میومدن اگه این بیچاره خانی پولی داشت به اینا میداد چون اینا شریک بودن به قول عبدالله مصطفی بهترین تحلیل رو عبدالله مصطفی کرده که آقا اشتباه نکنین این مثل انگلیس نبوده یا مثل فرانسه و جای دیگه رایج کردن بله چنین بود دست و چنان و بله حالا اینا چون این بود است ما باید که بریم زمیناشون بگیریم تقسیم کنیم زمین آقا زمین میخوام به از بریم بیا بار کبیر لوط آباد کنیم انقدر به از زمین بریم که خسشه اینم چون دیشب شنیدم گفتم خدمت شما توضیح بدم یک موضوع دیگه هم هست موضوع این عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که خدا بیامرزه این رو ای مرحوم فولادمن خب تحریف تاریخ زیاد میکرد یکیش هم اینه که این عبدالرحمن ملجم ایرانی بوده آقا این عبدالرحمن ابن ملجم از طایف بنی مراد این یمن بودن قوم و قبیله و اینا کشیدن آمدن در کوفه ساکن شدن ابن ملجم از دوستان علی بود و کنار شمشیر میزد اینا از مسلمانان خیلی خیلی مومن بودن این خبارج میگوین جنگ نهروان جنگ نهروان نبود عزیزم قتل عام نهروان بود وقتی علی بار دوم لشکر کشید بعد از موضوع حکمیت و وکیل علی در واقع به معاویه رای داد دوباره لشکر کشید وقتی لشکر کشید این جمع شدن یک جایی در حالت اعتراضی مسلح هم گویا نبودن جمع شدن سه چهار هزار نفر که آقا ما مخالفیم اینا علی برگشته زنه همه رو زفه دو سه قتل عام کرده خب اینا خانواده داشتن برادران داشتن قوم قبیله بودن زندگی قبیله ای اینها دشمن بسیار پیدا کرد و این الرحمن ابن مجم جز اونها بود جز اونها بود و اینا سه تن بودن اجازه بدید من از تاریخ تبری برای شما بله این ماجرا بعد از قتل خوارج هست در نهربان که علی اینها رو قتل عام کرد قتل عام بدی هم کرد یعنی زبجه نه نفر از سپاه علی کشته شده چهار هزار نفر از این خوارج پیداست اینا در موقعیت جنگی نبودن اگر چگونه می شود که چهار هزار مسلح بخوره به یه لشکر فکر ده هزار نفری یا سی هزار نفری همشون کشته بشن نه نفر از لشکر طرف کشته نه اینا در حال جنگی نبودن علی ریخته سرشون سر اینا رو قتل عام کرده خب اینجا تبری مبرخ بزرگ زیر عنوان خبر مقتل امید المومنین علی ابن عبی طالب رضی الله عنه مطلب آورده میگوید پس به سال چهل اندر یعنی در سال چهلم از هجرت به مزگت کوفه مزگت باید درستش باشه مزگت لغت فارسی است و مسجد هم در واقع عربی شده مزگت هست میگه به مسجد کوفه ستن نشسته بودند یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و او از اهل, مصر بود یعنی اینا از تبارش بودند بودن رفته بودن مصر بعد اومده بودن به کوفه بله بعد میگه که اینها با اون لشکری که از مصر آمدن برای کشتن عثمانی عبدالرحمن هم همراهش بوده و پس از آن به کوفه افتاده بود یعنی سرانجام اینا ساکن کوفه شدن همونطور که عرض کردم خدمت رو. با اون مردمان بله و دیگر مبارک ابن عبدالله و سه دیگر امر ابن بکر تمیمی یعنی از قبیله بنی تمیم این سه نفر میگه نشسته بودن در در مسجد کوفه و هر سه مذهب خوارج داشتند و گفتندی بر زمین امام نیست و کس را بر حکم خدای تعالی حکم نیست و این همه خلق بر زلالتند پس همی حدیث کردند و بر اون کشتگان بگریستند و معاویه را و امر ابن الاس را لعنت کردندی گفتند کاش کی ما را یاران بودی تا با ایشان حرب کردیمانی یعنی حرب کردن و عبدالرحمن ابن ملجم گفت اگر یار نیابیم ما بشویم و هر سه ایشان و و هر سه و ایشان هر سه را یک یک بکشیم یعنی اینا نشسته بودند و گفتند که آقا این سه نفر باعث فسادند در زمین یکی علیه یکی امر آسی که حاکم مصر بود یکی معاویه است که حاکم شام بود بکشیم ب... ب... بکشیم بله امر ابن بکر گفت من امر ابن الاس را بکشم معاویه را مبارک گفت من بکشم پس گفتن چگونه کنیم عبدالرحمن گفت چون سپیددم علی به مسجد آید و پیش صفهای مسلمانان بود من شمشیر بزنم و بکشم امر گفتا من نیز چنین کنم مبارک نیز گفت چنین کنم پس گفتند باید که هر سه به یک بار و یک روز بود که اگر یکی کشته شود اون دیگر نتواند پادشاهی کردن و بر این بنهادن که به ماه رمضان اندر بکشتن که مزگد از مردمان انبوه بود تا ما بود تا ما بتوانیم جستن و اگر ماهی دیگر بوده باشد که ایشان هر سه به مزگد نروند و خلیفت نفرستند و به ماه رمضان در همه امامان به نماز آیند معنیش این است که فقط ماه رمضان است که این بزرگان و این خلفا که در سه جا امارت دارند خودشون میان پیش نمازی میکنن و ممکن اگر ماهی دیگه جز ماه رمضان ما قصد قتل این ستم بکنیم نیان به مسجد و چرا مسجد گفت چون شلوغ بلوغه ما فرار میکنیم پس این ستم بوده خیلی خوب بله و روز هفته هم از ماه رمضان روز آدینه بود گفتند آدینه و هفته هم بود مردم بیشتر بود اندر مزگت و بران قرار نهادند که ابن ابن آس امر ابن, ابن بک بکشد به مصر و اونجا رود رو و بنشیند تا اون روز آدینه و مبارک به دمشق بنشیند تا هم هم آدینه داره عبد الرحمن ابن ملجم خود به کوفه بود و همونجا بنشست یعنی <applause> اون دوتا یکیش رب به مصر یکیش شام و چون این روز بود که میاد کرده بودن مبارک اندر مزگت بنشست و چون معاویه در آمد مردمان بر پای خواستند مبارک نیز بر پای خواست و بگذاشت تا معاویه در محراب به نماز رفت مبارک شمشیر بالا برد که بر سر معاویه زند معاویه اندر محراب به سجده بود شمشیر مبارک بر نشست گاه معاویه آمد بر دو کونه یعنی دو تا برجستگی باسنش اینجوری که شمشیر زده،, زده و ببرید و گوشت از استخوان معاویه بیفتاد و مبارک را بگرفتند معاویه فرمود تا نماز کردند و او را به خانه بردند و خون از وی همی رفت مبارک را بیا برن بفرمود که او را بکشید معاویه را گفت مرا مکش تا من تو را به دهم که تو را از همه شادی ها خوشتر آید گفتا چه داری؟ گفتا همکنون به دین وقت به دین وقت اندر علی را بکشتند به کوفه که ما ستن چنین بیعت کردیم معاویه او را باز داشت و آن طبیب که وی بود بودی بخوند و گفت علاج این کن طبیب گفت این شمشیر زهرا داده است و این زهر به دین جراحت اندر است چیزی باید که این زهر بچیند و اگر نه این همه به تن برود و این دو را علا یکی... یه علاج است یکی آن است که آهن به آتش گرم کنیم و به دین جراحت اندر نهیم اونجا که شمشیر رسیده است تا این زهرا بچیند و اون گوش زخ شود یا شربتی بخوری تا این زهر از تن تو باز گردد ولی کن آب پشت برود چنون که فرزندت نیاید اون این کار که بکنیم دیگه بچه دارم نمیشی خیلی خوب و معاویه را دو, تن دو پسر بود یکی یزید و دیگر عبدالله او گفت من به آتش صبر نتوانم کرد اون شربت مرا آسان تر آید گفت اگه بسوزونیم بچه دار میشی ولی شربت بخوری بچه دار نمیشی گفت من طاقت آتش ندارم شربت رو بدیم بچه نمیخوام دو تا بچه دارم این داستان معاویه بود حالا چون وقت نیست حالا امراس امرا هم برش کنیم عبدالرحمن ابن ملجم به کوفه همی بود تا اون شب با اون شمشیر زهراب داده و خانه او به کوفه بود به محلت بنی کنده و اون قبیله بیشتر خوارج بودند و مردمان ایشان به روز نهروان بسیار کشته شده بودند و اون فرزندان ایشان که کشته بودند علی را دشمن داشتندی و به میان ایشان اندر زنی بود که اندر کوفه از آن نیکوتر نبود قطام نام یا قطام نوشته است قطام قطام ابن بنت شجنه و پدرش و برادرش بر در نهروان کشته شده بودن خب این دختری بود زیبا هم پدرش علی کشته بود هم برادرش کشته بود و پسر ملجن این زن را دوست همی داشت و او را به زنی خواست زن او را گفت تو مرا کابین نتوانی دادن و کابین من سه هزار در هم است و غلام و کنیزکی خون علی گفتا بدهم که من خود از مصر بدین کار آمدم که او را بکشم و اونگاه بروم زن پنداش که او مزاح همی کند چون بسیار بگو بدانست که راست گوید پس با او بیعت بکرد کرگاه که, که او علی را بکشد و این سه هزار درهم و غلام و کنیزی بدهی من زن تو باشم پس این البته حالا این دیگه داستان چیزه بعد میگوید پس اون روز وقت سپید دم عبدالرحمن و شبه به مسجد اندر بنشستن یکی از اون سو و یکی از این سو گفتن چون اندر آید هر دو شمشیر زنیم تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید وردان را گفتند تو پیش مسجد اندر بنشین تا اگر زخم ما خطا شود و مردمان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شدند تو از اون سوی دیگر خود را و شمشیری زن سه نفر بودن اینا رفتن علی رو بکشن پس بر این بیعت کردن و چون علی علیه السلام از در مزگت اندر آمد و ابن ملجم را بیاب شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی آمد و گروهی گفتند بر سرش زد و بدونیم کرد و علی رضی الله عنه بان کرد که بگیرید مردمان مشغول شدند تا او را بگرفتند و شبه با وردان بجستن شبه به میان مردمان اندر شد و نیافتن و وردان به خانه اندر شد و اونای گرفتن و عبدالرحمن ملجم را پیش علی بردن علی گفتا چرا چنین کردی؟ گفتا زیرا که خون تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خون به ناحق بریختی علی مرحسن را گفت این را نگاه دار اگر من از زخم او بمیرم او را بکش و اگر بهتر شوم دانم که او را چه باید کردند بعدم میگه که حسن و حسین آمدن بیچاره رو شکنجه بسیار دادن این عبدالرحمن رو که به خون خواهی آمده بود و بعد آتش زدن و سوزاندن از این جور کارا و حضرت علی علیه السلام رو هم در همون سرای خلیفه یعنی همون جایی که حکرانی میکرد پنهانی پنهانی چون گفته بودم ما جسدشون از گور در میاریم و پیش سگان رو نمیدونم در رندگان میاندازیم هیچ کس نمیدونه جسد علی علیه السلام کجاست این جایی که در کربلا هست میگن مسجد علی علی این دروغ شاخداری است اینجا همه اهل سنت رو پرسید به شما میگن اینجا گور مغیرت ابن شعبه بوده که از یاران رسول بود و اونجا امارت داشت و اینا علی گورش معلوم نشد چون دشمن قد داشت که گفتن ما جسدش رو از خاک میکشیم بیرون این مختصر داستان بود که بار هم شنیدید اما هر شود که باز هم ما میشتم میگن این ابن ملجم ایرانی بود و این حرفا نبود آقا بله اون که عمر رو کشت ایرانی بود و علی رو هم در محراب کسی نکشت دم در, در مسجد شمشیر خورد و کشته محراب عمر بوده اینو دو بار میگم خدمتون حالا هیچ شما لعنت میکنید به عمر به خودتون مربوطه ولی کسی که سر نماز کشته شد عمر بود علی داشت میآمد در داخل مسجد در محراب نبود که سر نماز نبود این های شاختار آخوندهاست اینا حقایق تاریخ است که به ما گزارش کردن و چنین از داستان وقت ما هم در اینجا تمام شد با سپاس از سپر و شما بزرگواران فراموش نکنید دوستان سر بزنید به فیسبوک بهرام مشیری بعد میشه پارسی فارسی رو که بزنید فیسبوک میاد فیسبوک کلیک کنید عکس بزرگ آقای رخانپور رو در روی عکس کلیک کنید بعد اونجا